و از طریق شکست دادن طرف مقابل ما بریم و به پیروزی برسیم. و این هم خب خیلی مسائل بزرگ در دنیا میدونید به وجود آورده. هر دو فکر از اروپا به ایران آمد، ما یک نهضت ملی درست کردیم و یک نهضت کارگری. ولی نهضت چپ که میگفت من نماینده طبقه کارگر هستم، ولی در عمق مسئله که نگاه میکنید میبینید پروژه چپ که میخواست طبقه کارگر رو در ایران متحد بکنه و به قدرت برسونه اصلا به پاش رو زمین نرسید و شکست خورد. گرچه چپ ایران از نظر فرهنگی و مدرن کردن اذهان شهروندان تأثیرات فوق‌العاده‌ای در ایران داشته، همچنین نهضت ملی به پیروزی‌هایی رسید، تا حدی تونست بسیج اجتماعی انجام بده، ولی جامعه ایران در دوران پهلوی به این عنوان تقسیم نشد که ما و آنها، و ما یعنی ملت ایران، آنها در یعنی کسانی که وابسته به بیگانه هستند. مطابق پروژه‌ای که در پهلوی پیش رفت در ایران در 57 سال، یک نهضت دیگری در دل جامعه ما شکل گرفت که نهضت من اسمش هم دفاع از هویت خود، یه فکر اسلامی که میگه شما ما رو دارید از هویت ما دور میکنید، به کسانی که مدرنیته رو میخواستن بیارن در کشور ما. حکومت شاه، هم رضا شاه و هم پسرش کوشیدند که از بالا این تقسیم رو در جامعه ما درست بکنند. وقتی که ما به طرف انقلاب میریم، یک اکثریتی از جامعه ما به شدت بیمزده، نگران، ناآشنا هست با بخش هایی که بیشتر تحصیل کردن، بیشتر شهرنشینی دارند، بیشتر به منابع قدرت دسترسی دارند. و وقتی این نهضت پیروز میشه و طرفداران آیت الله خمینی به قدرت میرسند، تقریبا بزرگترین مهاجرت ایرانیان در کشور ما اتفاق میفته. بخش عمده ای از نیروها و سرمایه های کشور زیر ضرب قرار میگیرند، احساس غریبگی میکنند، احساس میکنند این حکومت، این نظام، این سیستم با اونها نیست، اینها بیگانه هستند و غیر خودی هستند و میان بیرون، خیلیش هم کشته میشند. ما این مصیبت رو پشت سر گذاشتیم، به اینجا رسیدیم. حالا ما اگر از اینجا به بعد بیاییم کسانی رو که در اونور دیوار در درون نهضت‌های اسلامی کشورمون صدا می‌زدند و حرف می‌زدند و نمی‌خواستند که به این شدت بریم جلو، اونها رو ببینیم، صدای اونها رو بشنفیم، برای اون عده‌ای که اینور هستند شاید درسی باشه شنیدن صدای اونها. و اگر کسانی که در این طرف هستند تلاش بکنند که صدای خودشون رو، زبان خودشون رو، رفتار خودشون رو جوری بکنند که در این شقاقی که در جامعه ما در از 50 سال، 60 سال، 70 سال، بعد هم 30 سال در جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرده، این صداها همدیگر رو پیدا بکنند، بشنوند و بفهمند که چی میگن طرف مقابل کی هست. وقتی به اینجا میرسم، من برمیگردم به تأثیری که مهندس بازرگان و آیت الله منتظری در رسانیدن صدای طرف مقابل، اون سوی دیوار، در درون جبهه خودی داشتند. آقای بازرگان همونجوری که در اول صحبتم گفتم برمیگردند با حاکمیت در اون زمان از اعدام‌ها انتقاد میکنند، به حزب‌ها انتقاد میکنند، به انحصارگری انتقاد میکنند، کابینه ای تشکیل میدند که کابینش بر اساس اینکه هر که با من هست و با من بوده نیست. در ترکیب کابینه آقای بازرگان کسانی رو میبینیم که تعلق دینی هم شاید نداشتند و اساسا بر این اساس نبودند، بر اساس منافع ملی، بر اساس خواستهای ملی جمع شده بودند. و تا پایان عمر هم آقای بازرگان تلاش کرد که این ارتباط رو با مجموعه شهروندان ایران بدون تبعیض برقرار بکنه. این قابل ستایشه. این صدایی بود که در اون سوی نهضت ایران در فضای اسلامی ایران پیچید و بعد خاموش شد زیر اون فشار. منزوی کردند آقای بازرگان رو. از لحاظ روش هم کاری که آقای بازرگان کرده شایان تقدیره. آقای بازرگان به نظر من اصلاح طلبیش و تغییرش، تغییر از طریق تحولات گام به گام،
پایمردانه است و جدیه بر این خواسته خودش. من این مقایسه میکنم برای شما بین روشی که آقای بازرگان داشت و آقای بختیار. این دو هر دو از دوستان قدیم هم بودند و هر دو هم نسبت به آنچه که در دوران پهلوی میگذشت انتقاد داشتند. اما وقتی که انقلاب نزدیک میشد، تا روزی که انقلاب میشد، آقای بازرگان دغدغه این داشت که خرابی های موجی که داره میاد کمتر بشه، گفت باران میخواهیم، سیل آمد و ایستاد در مقابل اینکه ما خیلی چیزها رو خراب نکنیم، حتی اون سیستم حقوقی و قانونی تا وقتی جایگزین پیدا نکرده اون رو حفظ کنیم. به محض اینکه گردونه چرخید و قدرت آیت الله خمینی جایگزین قدرت شاه شد، آقای بازرگان تصمیم درست گرفت. تصمیم گرفت اصلاح طلبی رو، همون پروژه اصلاح طلبی رو با قدرت جایگزین دنبال بکنه. ولی آقای بختیار وقتی که گردونه به اینجا رسید و کنترل از دستگاهی که خود رو با او خودی میدانست و اصلاح پذیر میدانست آن نظام رو خارج شد، به تقابل با سیستم، به فراموش کردن اون پیام های اصلاح طلبانه روی آورد و حذف تمامی سیستم رو پروژه خودش قرار داد. میخوام درس بگیرم از این دو رفتار سیاسی و بگم که خیلی خوب، آقای بازرگان اصلاح طلبی، آقای بازرگان اصلاح طلبی آشتی جویانه است، اصلاح طلبی که بسته به اینکه کی حاکم هست نیست. او با هر صدایی که بالا هست میخواد به نوعی ارتباط برقرار کنه، به نوعی مطالبات مطرح بکنه و مهم این نیست که اون کسی که اونجا هست چقدر مستبده. آقای بازرگان شناخت درستی فکر می‌کنم از هر دو حکومت داشت و با هر دو یک رفتار رو در پیش گرفت. مبنای این صلح‌جویی، تعامل و ارتباط برقرار کردن بین لایه‌های مختلف اجتماعی است. من قسمت بعدی صحبت خودم رو اختصاص میدم به کارهایی که آقای منتظری در ایران انجام داد. اولین سوال این هست که آیا مراجع تقلید ما در طول تاریخ هیچگاه برای اون نوعی که در دموکراسی ها مطرح هست و اون فکری که پایه دموکراسی هاست، یعنی حقوق برابر همه شهروندان با یکدیگر، عدم تبعیض در میان شهروندان و متکی نکردن حقوق فردی به اینکه شما چه عقیده‌ای داری، چه رنگی داری، چه نژادی داری و آیا با ما هستی یا نیستی، به لحاظ سیستم حقوقی، آیا هیچ کدام از مراجع ما فتوایی یا نگاهی به جامعه داشتند که دفاع از حقوق برابر همه شهروندان باشه؟ عدم تبعیض بین شیعه و سنی، بین کافر و مسلمان و غیره. ما چنین پدیده رو لااقل اگر کسی بوده و میشناسه مطرح بکنه، ولی من تا اینجا ندیدم که هیچ یک از مراجع عالی قدر شیعه چنین فتوایی رو داده باشند. اما ما یک جور دیگه میتونیم بحث بکنیم. از اون سو، یعنی فتاوی که حلال کردن خون کافر در جانش نهفته بوده، فتاوی که اعلام جنگ داخلی برای نابود کردن کسانی که کفار هستند، ما بسیار داریم. اون سوی افراط، یعنی اون سوی این گردونه، نه حقوق برابر، بلکه حق، حتی حق حیات هم ندارند کسانی که خارج از نهله ما زندگی میکنند.